همکارم فرزیا ثابتی از ترکیه با ماست. فرزیا از تو بشنویم آخرین جزئیات رو. خب همین دقایقی پیش این شلوغی پشت سر منو میبینید، رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کردش که 69% صندوق‌ها باز شدن و شما آرای اونها وارد سیستم شده. این در حالیه که بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری آناتولی و خبرگزاری آنکا که نزدیک به مخالفان هستش، 91 یا 92% آرا رو شمارش شده اعلام میکنن. در کنار این باید این موضوع رو اضافه بکنم که در آماری که خبرگزاری آناتولی و یا خبرگزاری آنکا منتشر کرده، آرای اردوغان 49% هستش و این در حالیه که در خبرگزاری آناتولی قلیچدارآغلو تونسته 44% آرا رو کسب بکنه و در خبرگزاری آنکا هم 45%. این نشون میده که با نزدیک شدن و شمارش بیشتر آرا، رقم‌های هر دو خبرگزاری، منابع خبری که وجود دارن، به هم دیگه نزدیک میشن و به نظر میاد که انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. در کنار این باید این موضوع رو اضافه بکنم که در هر دو خبرگزاری سینان اوغان کاندیدایی هستش که تونسته 5.3% آرا رو به خودش اختصاص بده. این رقم بسیار بالا هستش برای انتخاباتی که بسیار دوشادوش پیش می‌رفتش و در شرایطی که هر دو رقیب اصلی نتونن 50% آرا رو به خودشون اختصاص بدن، انتخابات به دور دوم دارن میبینن. تصاویر زنده‌ای که از مقابل ستاد انتخاباتی اردوغان در حال انتشار هست، حاکی از جمعیت گسترده و شورهای انتخاباتی است. از تو بیشتر بشنویم، در خصوص فضای انتخاباتی هم به ما بگو. خب ما در جایی که هستیم با سه تا محور امنیتی بودش که وارد اینجا شدیم، ولی صدا از بیرون میاد، صدای بوق ماشین ها هستش و مشخصه که هر دو طرف دارن تلاش میکنن که خودشون رو پیروز انتخابات اعلام بکنن. این در حالیه که سخنگوی حزب عدالت و توسعه کمی پیش صحبت کردش و اعلام کردش که ما با فاصله بسیار زیاد جلو هستیم. در طرف مقابل شهردار استانبول و شهردار آنکارا صحبت هایی رو در مورد آرای قلیچدارآغلو انجام میدن و میگن که هنوز 7 میلیون از صندوق‌های شهرهای بزرگ شمرده نشده و ما جلو هستیم. هر دو طرف دارن در زمینه اینکه پیروز انتخابات هستن صحبت میکنن، اما اونچه که مشخص هستش بر اساس اونچه که در نظرسنجی‌های قبل از انتخابات هم بود، این رقابت بسیار تنگاتنگ هستش. همونطور که گفتم این 5% آرایی که برای سینان اوغان هستش بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود. در کنار اینکه خب در دفتر مرکزی حزب عدالت و توسعه در آنکارا مردم تجمع کردند و آماده جشن هستند، همین فضا و همین جو در مقابل حزب جمهوری خلق در آنکارا هم وجود داره. این در حالیه که خب گزارش شده بودش که اردوغان به آنکارا اومده، ولی حدود 1 ساعت پیش دوباره در استانبول جلوی دوربین ها ظاهر شد و لبخند میزد و به نوعی داشت نمایش قدرت میکرد که پیروز هستش. در کنار این اما قلیچدارآغلو در توییتی که داشت اعلام کردش که پیشتاز انتخابات هستش. به هر حال امشب شب بلندی خواهد بود و برخلاف اونچه که شورای عالی انتخابات اعلام کرده بود در ساعت 12 شب، یعنی همین الان نتایج غیر رسمی رو اعلام میکنه، هنوز شورای عالی انتخابات نتونسته که یک نتیجه ای رو در زمینه این انتخابات اعلام بکنه. ممنونم از تو همکارم فرزیا ثابتی. تصاویری که بینندگان ما مشاهده کردن هم از جلوی دفتر انتخاباتی اردوغان بود و هم از مقابل دفتر رقیب انتخاباتی او قلیچدارآغلو که به صورت زنده منتشر شد.